دلتنگی هایم را در کوله بارم می گذارم و به کوه می روم. آنها را به باد، به ابر، به پرنده و قلبم را به زلالی آب می سپارم. آنجا در آینه چشم ساران به تماشای زندگی می ایستم و سرشار از عشق باز خواهم گشت. در جنوب شرقی ایران زمین و نزدیکی خلیج فارس زیبا، در سرزمین با شکوه بلوچستان، بخارهای گوگردی از قله کوهی راه به بیرون میابند که تفتان نامیده میشود. این کوه در حد فاصل دو شهرستان خاش و میرجابه واقع شده و ارتفاع آن از سطح متوسط آبهای خلیج فارس 3941 متر، از سطح آبهای آزاد 4050 متر و نسبت به دشت‌های اطراف حدود 2000 متر است. ابر سفید و مشخصی که بر روی قله تشکیل می‌شود و از فاصله 100 کیلومتری قابل مشاهده است، منظره یک آتشفشان فعال را به خوبی نشان می‌دهد. تفتان جزء یک منطقه آتشفشانی است که تا پاکستان شمالی ادامه دارد. ساکنان اطراف تفتان زندگی عشایری توأم با روستایی دارند، مردمانی با همان خلوص و مهربانی خاص ایرانی که صفای دلشان را همواره با شوق به هر میهمانی عرضه می کنند. اینجا در دامان پر برکت تفتان، حتی در کنار خانه های امن آجری و سیمانی هم، سنت سیاه چادر همچنان پا بر جاست، چرا که وجود آن را برکت دهنده به روزیشان می دانند. چادرهایی به نام پلاس که جنسشان از موی بز و کرک است و حتی دیدنشان پیام آور آرامش است و اصالت. و کوه سال هاست که سخاوتمندان نظارگر است و نگهبان. خیلی ممنون عزیز، خیلی ممنون. در ارتفاعات کوه تفتان سه دریاچه وجود دارد که به سردریا معروف می باشند. دو دریاچه در قسمت شمال که عمق آن کم و آب آنها شیرین است و دیگری نسبتاً بزرگ که دارای آب شور دائمی است. هر کدام از این سه دریاچه سال هاست که نقشی اساسی در محیط زیست و حیات جانوری منطقه دارند. در فصل مهاجرت گاه می توان پرندگان زیبایی همچون کاکایی، آبچلیک و قازهای وحشی را در دریاچه های پیرامون تفتان مشاهده کرد. اینجا هست، به اینجا میگن سردریا. از سمت 2600 متری ارتفاع 2600 متریه و این سمتمون قله تفتانه. بله. و این سمتمون روستای تمندانه و این برم میره برای گزند و خارستان و اینا. اینم چند سال خوشسالی که شده آب دریاچه متاسفانه خیلی کم شده، الان دیگه همین آب مونده. قبلا می اومده تا بالا این آب. ما الان هستیم به درست اینجا غرب تفتان میاد. شاید آنگونه که باید در برابر این نعمت زیبای پروردگار شکرگزار نبوده ایم و در ازای هدیه های این دریاچه تنها چیزی که از ما نصیب شده است نامهربانی است. اما به خاطر داشته باشیم که موجودیت دریاچه فقط به خود آن مربوط نمی شود، بلکه گونه های گیاهی و جانوری زیادی که برخی از آنها رو به انقراض هستند نیز چشم به برکت آن دوختند. من نمیدونم، بچه ها میدونم، الان بهت میگم. خب؟ تا بالا بودم چقدر میگم؟ بلدی شما اونجا رو؟ بلدی؟ تا بالا رفتی تا حالا؟ چند این بارته؟ صعود به تفتان از چهار مسیر اصلی امکان پذیر است.
جبهه غربی از مسیر دره گل و پناهگاه صبح، جبهه شرقی از مسیر روستای ترشاب، جبهه شمالی از مسیر روستای تمین و جبهه شمال شرقی از مسیر دوراهی سنگان و روستای خنجک. چیزی که به ما گفتن تا پناهگاه تفتان 3 ساعت را داریم. وسایل مورد نیاز دو شب شبانی هم کامل در اختیار داریم. کلا چک کردیم. همین راه پایین از تیمی بود میره، راه بالا از اونجا میره، از اونجا جاده ایدار میره. شما نظرتون این از راه بالا بریم از راه پایین؟ از این همین راه. پا کجا انگوته اشی؟ بندگلو که گفتی خوشگله، من میخوایم اونجا بریم. سکن؟ بندگلو شکرکت سنگه هست کیا اونجا حلقه؟ ها با شوی دلوتون رو میره. بند گلو یکی از دو مسیری است که از کنار اردوگاه آموزش و پرورش دره گل در مسیر جبهه غربی شروع می شود. آب اصلی این دره ترشمزه و غیر قابل شرب است، ولی یک چشمه کوچکتر نیز در محوطه پونزاری در میانه مسیر قرار دارد که به آن آب خوش می گویند. در اطراف این آب روان بوی پونه و گیاهانی دیگر هر رهروی را نوازش می دهد. عبور از مسیر دره در فصول بارندگی دارای ایمنی چندانی نیست، اما در قالب زمانهایی که احتمال خطر کمتر است، به دلیل ساختار زیبای آن و مسیرهایی که توسط جریانهای فصلی به وجود آمدند، از جذابیت خاصی برخوردار است. برو. خب برو. این میگه اینجا کولاتون یکی یکی بده اونجا به من. من. نه. نه. یه بزرگ بیام بالا کولار یکی یکی. باشه برو. آفه. مسیر بند گلو سنگ‌های ریزشی فراوان دارد و در بعضی از نقاط سنگ‌های رنگ به رنگ با طرح‌های عجیب عبور را سخت و دشوار می‌کنند و در اطراف دیواره‌های سست و پرتگاه‌های بلند گویی امتحان کوچکی است که هر رهروی را در ابتدای صعود محک می‌زند، چرا که کوهستان هموار انتخابگر است. بودم اونجا بود، نه هیچی نداشتیم روشن، بعد اشتباهی کرده بودیم، نه خوراکی مناسب برداشته بودیم، نه چراغی، هیچی نداشتیم. با اومدیم اونجا گفتم خدای دیگه پرتو هست تنابی هم هیچ چیزی هم نیست بریم پایین، نمیدونه اصلا خبری هم هیچ. شب موندیم و رفتیم برو بالا. باز برگشتید این مسیر؟ یکی از محلی ها فامیلمون بود، میگو بیاید که این بر مال روه بریم این بر. رفتیم 3 کیلومتر برو بر، 2 کیلومتر این بر، اینقدر گشتیم گفتیم آخر انرژیمون هم میره. نشستیم پای یه سنگ، شب شد، از بغل سنگ این پسرموی داشتم بلند شد بالاتر بشینه، یه لحظه گوشیش اسمس اومد، جواب داد. جواب دیگه نظام هم پایین بودن، ما خونه رو که میدیدیم پایین، ما اون بالا گیر کرده بودیم، بالا اون صخره، این پرتگاهه ما اون بالا گیر کرده بودیم. از پشت یه راهی داشت با ماشین اومدن دیگه، دیدیم ما همین رو که با میرفتیم بالا، همین رو رفتیم به اون سمت دیگه. ساعت 1 شب داشت هوا یخبندان میشد، تجربه شد که دیگه بدون امکانات و راه بلد نیایی. محلی هم که میگه به حرف محلی هم زیاد نمیشه، چون محلی ها
میگم برو همینجاست، میری 9 ساعت. شاید گوگردی بودن منطقه از پیدایش شرایط زیستی گیاهی جانوری بسیار متنوع ممانعت به عمل آورده باشد. اما ارتفاعات تفتان مملو از پوشش گیاهانی دارویی از جمله بادام تلخ، پونه، ریواز، آویشن، کاسنی، پیاز کوهی، گون و گرمونه است و گهگاه حیواناتی چون روباه، شغال، گرگ و کرک نیز در این ناحیه دیده می شوند. مسیر کوهستانی تفتان از چشمه آب خوش و تنگه گلو تا شیب متوسطی که به پناهگاه منتهی می شود دارای عوارض متعدد زمین شناختی، فرم های متنوع تخت سنگ ها و لایه های رسوبی خیلی زیبا و دیدنی است. این کوه ترکیبی از سنگ های آتش فشانی، دگرگونی و رسوبی است که با وجود سنگ‌های دگرگون و بازالتی ساختار ریزشی و سست و شکننده‌ای نیز دارد و امکان جدا شدن سنگ‌ها و یا حمل قطعات سنگ و شن با سیلاب‌های موسمی هیچگاه دور از انتظار نیست. پس قبل از صعود به تفتان پیش‌بینی وضعیت جوی منطقه کاری کاملاً منطقی به نظر می‌رسد، به ویژه آنکه در ارتفاعات بالاتر غالباً بادها و طوفان‌های سهمگین در انتظار نشستند. از حدود 100 گونه خزنده‌ای که در سراسر استان پراکنده‌اند، گویی در این مکان این یکی بیشتر از همه خود را صاحب خانه می‌داند و هرچند گاهی حضور خود را به هر رهروی یادآور می‌شود. سریع است و چابک، اما مشخصاً از حضور در جلوی دوربین زیاد هم راضی به نظر نمی رسد. پاکوب بودن مسیر بهترین راهنما برای رسیدن به مقصد است. اما آنچه بیش از هر چیز دیگری آزاردهنده است و دلخراش، پدیده است که نامی برای آن نمی توان یافت. رنگ پاشی و گزارش نویسی های بی مورد همان زخم هایی است که بر جان این طبیعت زیبا افتاده است. برای دوستی با طبیعت و کوهستان باید همواره بر این باور بود که رد پا تنها چیزی است که می توان در طبیعت بر جای گذاشت و عکس ها و تصاویر تنها ارمغانی هستند که می توان از دامان طبیعت برگرفت و به همراه برد. به علت پرتگاهی شدن دره، مسیر صعود از یال چپ کوه ادامه می‌یابد. شیبی متوسط که در بالای آن نمای پناهگاه صبح را می‌توان از دور مشاهده کرد. عبور از کنار بوته‌های گون زیبای منطقه در یک پاکوب ترکیبی از خاک و سنگ و نمایان شدن ارتفاعات اطراف لذتی دوچندان را به چشمان کوهنوردان می‌بخشد. درست در دره زیر پناهگاه صبح چشمه و جویبار کوچکی از آب گرم جاری است که رسوبات زرد رنگ گوگردی در کنارها نمای خاص به آن داده است. این آب سرشار از املاح گوگردی بوده و قابل مصرف نمی باشد، اما وجود از چشم نواز است و زیبا و این همان راز طبیعت است که هر جایی بخواهد خودش را می نمایاند و هر جا که برسد بساط زیبایی هایش را پهن می کند. سخاوت شاید تنها کلمه ای باشد که بتواند به خوبی این راز را توصیف کند. وجود پناهگاه ها در مسیرهای کوهستانی همواره نقطه اطمینانی برای کوهنوردان است، اما قابل استفاده بودن آن در هر زمان می تواند
ارزش آن را دوچندان کند. ارتفاع پناهگاه صبح از سطح دریا 3250 متر است. اینجا می توان نفسی تازه کرد و استراحتی تا صبح دیگر و صعودی دیگر آغاز شود. و یا شاید بتوان مروری داشت بر مناطق زیبای اطراف تفتان. اثر طبیعی ملی سرو سنگان در 45 کیلومتری شهرستان خاش و در کنار مسجد روستای سنگان واقع شده است. ارتفاع آن حدود 30 متر و قطر تنه درخت حدود 3 متر است. به گونه ای که 5 فرد با قد متوسط و با دست‌های کاملا باز به زحمت می‌توانند در پیرامون آن همدیگر را لمس کنند. این درخت زیبا که زربین نامیده می شود، گونه ای از درختان همیشه سبز از دسته مخروطیان به حساب می آید که سبزی همیشگی آن جلوه خاص به طبیعت منطقه بخشیده است. پوست تنه این درخت الیافدار است و شیارهای آن به صورت شبکه‌ای در هم رفته و عمیق قامت آن را در بر گرفته است. سرو زربین سنگان به عنوان یکی از آثار طبیعی ملی ایران ثبت شده است. عمر این درخت را در حدود 2000 سال برآورد کردند و همواره از آن با توجه به قدمت و قامتش همانند کوه تفتان به عنوان نماد استقامت بلوچستان یاد می کنند. روستای سنگان خود از روستاهای زیبای حاشیه تفتان بوده و بیشترین میزان بارندگی را بین سایر مناطق استان دارد و یکی از دهستانهای آباد شهرستان خاش محسوب می شود، به طوری که میوه‌هایی مثل انار و انجیران در کشور از شهرت بالایی برخوردار است. وجود درخت سرو زربین، آسیاب آبی، چشمه‌های آب معدنی فراوان و دیگر منظرگاه‌های سرو و زیبای آن بر جاذبه‌های منطقه سنگان افسوده است و در هر فصلی از سال جلوه‌ای متفاوت را برای هر بازدید کننده‌ای فراهم می‌سازد. در کنار محفظه درخت سرو سنگان مسجدی ساخته شده که مردم محلی غالباً در آنجا به عبادت و راز نیاز با خداوند مشغولند و از محفظه دیوار کشی شده و مسطح پیرامون درخت هم غالباً به عنوان محلی برای انجام مراسم مذهبی در مناسبت‌های مختلف و همچنین اقامه نمازهای جماعت استفاده می‌گردد. این درخت کندرشت است و نیاز آبی کم تا متوسط دارد و دیر زیست و مقاوم با ریشه عمیق و قوی که آن را قادر می سازد تا در میان تخت سنگ ها و شیب های تند و پرتگاهی هم به راحتی رشد کند. این درختان نسبت به هرس و قطع شاخه های جوان و انتهایی حساسند و کوتاه سخن این که زربین درختی بردبار، کم نیاز، کاملا روشنایی پسند و آهک دوست است. این گونه سرو را بیشتر در نواحی شمالی ایران نیز میتوان یافت و شاید به دلیل سبزی همیشگیش در عربی آن را شجره الحیات میخوانند. صعود به قله تفتان در 4 فصل سال امکان پذیر است، اما در زمستان به دلیل وزش بادهای سنگین و سرد عموما صعود به این قله بسیار دشوار است. نخستین صعود به قله تفتان در اواخر سال 1272 شمسی به سرپرستی سر پرسی ساکس انگلیسی ثبت گردیده است و به گفته وی چشم‌اندازهای این حدود جز بهترین مناظر زیبای ایران است. سن اندرسن هیدن، سیاح معروف سوئدی که اکثر بیابانهای دنیا را بررسی و مطالعه کرده نیز به کوه تفتان صعود کرده است.
آنچه که مشخص است سفر این افراد در آن زمان ممکن است بیشتر برای مقاصد تجاری و با خبر شدن از گنجینه‌های طبیعی سرزمین ایران صورت گرفته باشد. اما بیشک اینجا بهشتی است که هر کسی را می‌تواند به سوی خود جذب کند. مسیر صعود از پناهگاه صبح تا قله تفتان نیاز به حدود 4 ساعت کوهپیمایی سرحال دارد. مسیری که به صورت پاکوبی کوچک مشخص است و از کنار تخت سنگ‌های بسیار زیبای آتش فشانی می‌گذرد. شیب این مسیر متغیر است و تنها در برخی قسمت‌ها باید مراقب ریزش سنگ‌های سست اطراف بود. هر نفر که میاد اینجا کوله خودشو داره با وسایل بقای خودش. داخل کولهش دیگه از وسایل بهداشتی گرفته، پزشکی گرفته، وسایل بانداش گرفته، باید داشته باشه وسایل شبمانی. اگه یه روزه، خیلی از بچه ها یه روزه میان تفتان رو برمیگردن، خواهش میکنم حتما تناقلات داشته باشن با هدلایت، حتما هدلایت داشته باشن که وقتی که برمیگردن به شب نخورن. بعضیا با کفش های اسپورت میان بدون مچبند، اونایی که ساق بلند نیستن میان استفاده میکنن و سالما برمیگردن، ولی حادثه خبر نمیکنه. یه لحظه از مچش پیچ بخوره 100% ربات پاش پاره میشه، تاندوناش کشیده میشه، 100% دچار یه مسمومیت شدید میشه. پیدایش ارتفاعات استان به دوران سوم و چهارم زمینشناسی مربوط می‌گردد و سنگ‌های آن اغلب آهکی، گچی و گوگردی است. بخش رسوبی پایه آتشفشان شامل فلیژ، آلولین، نومولیت و بخش آذرین از سنگ‌های اولتربازیک است. به گفته کارشناسان، پوسته اقیانوس هند با شیب بسیار تندی در زیر منطقه جنوبی استان سیستان و بلوچستان به داخل زمین می رود که یکی از علتهای به وجود آمدن گلفشان و چشمه های آب معدنی در شرق قله و آب گرم های منطقه نیز می باشد. پیکره اصلی آتشفشان تفتان شامل دو قله است که به وسیله بخش زین مانند و باریکی به هم متصل شدند. یکی در شمال که مرتفع‌تر است و زیارت نام دارد و دیگری شاخک جنوبی آن که کوتاه‌تر است و مادر کوه نامیده می شود. قلل تفتان را صبح‌کو، چهلتن و نرکو نیز می نامند. وجود آثار و جاذبه های متعدد طبیعی، باستانی، تاریخی، فرهنگی و گردشگری از این استان بهشتی زیبا ساخته که اغلب از نگاه ها پنهان مانده است و شاید همین غربت و دور افتادگی بود که مسئولان را بران داشت تا در سال 96 استان سیستان و بلوچستان را به عنوان مقصد گردشگری اعلام کنند. گوشه گوشه ایران زیبا پر از دیدنی ها و جاذبه هایی است که بعضن خاص و منحصر به فردند و هر گردشگر و ذهن کنجکاوی را به سمت خود جذب می کنند. در 63 کیلومتری شهرستان میرجاوه و 10 کیلومتری روستای تمین که یکی دیگر از جاذبه های سنگی ایران زمین است، آرامستانی منحصر به فرد قرار دارد که قبور آن هرگز نور و گرمای خورشید را احساس نکردند. این قبرستان در مجاورت روستای روبس به شکل کمانی در سینه کوه واقع شده و بیش از 500 متر مربع وسعت دارد. قبرها همیشه در سایه قرار دارند و به همین علت از گزند باد و باران در امان ماندند. شکل آنها مستطیلی و دو طرف آن به وسیله خشت خام بالا آورده شده. بر روی هر کدام از قبور سوراخ‌های طبیعی شده که هوا از داخل آنها عبور می‌کند. قبرستان 70 ملا در دل صخره‌ها قرار دارد و مردم باستان برای به وجود آوردن آن حفره‌ای بزرگ را در دل یک صخره ایجاد کردند. در گذشته دو ستون سنگی بزرگ نیز در مقابل این حفره بوده که در حال حاضر اثری از آنها بر جای نمانده. بستر رودخانه روبس در پایین دست این اثر
شاید از لحاظ جغرافیایی بیانگر دلیل ساخت این محل در این بلندی و حفظ آن در برابر سیلاب‌های فصلی باشد. قدمت این قبرستان حدود 800 سال و متعلق به دوره اسلامی است. عدد 70 به احتمال قریب یقین در زمره اعداد مقدسی بوده که برای اهمیت دادن به این محل از آن استفاده شده است. این اثر در تاریخ 18 اردیبهشت 1380 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. گروه کوهنوردی کم کم به نزدیکی قله تفتان با نمای زیبا و شگفت تنوره گازهای گوگردی می رسد. چشم‌اندازی خیره کننده که صلابت خود را به رخ هر بیننده‌ای می کشد. دهانه‌ای که از آن گازهای گوگردی متصاعد می‌شود چندان بزرگ نیست، اما رسوبات زردرنگ پودری گوگرد در اطراف این دهانه و فرم تصاعد گازهای گوگردی در بادهای شدید و دائمی این قله نمایی بسیار زیبا و شگفت انگیز به آن داده است. در هر گوشه از قله تفتان جنب جوشی برپاست و انگار میتوان صدای نفس کشیدن کوه را در کنار هر دودخانی شنید. معنای تفتان را روی قله میشود فهمید. در ورودی حفره های آتش فشانی تخته های گوگردی خالص به وفور دیده میشوند. ماده خروجی از دهانه ها در صورتی که با آب مخلوط شود تولید اسید سولفوریک میکند که ماده بسیار خطرناکی است و به تیزاب سلطانی هم معروف است. کوه تفتان آتش فشانی نیمه فعال و به قولی فعال ترین کوه آتش فشانی فلات ایران است. تفتان دارای 3 دهانه آتش فشانی و تعداد زیادی دودخانهای کوچکتر در اطراف است. از این 3 دهانه همواره بخار گوگرد خارج می شود. 2 دهانه دیگر آتش فشانی با فوران گاز گوگرد را از بالای پرتگاهی می توان مشاهده کرد که یک چشمه با آب بسیار گرم نیز در همانجا قرار دارد. بقایای گدازه ها و شکل سنگ های اطراف همه به خوبی نشان دهنده وضعیت آتش فشانی بودن منطقه هستند.
از این نقطه به هر طرف که بنگری نمایی زیبا جلوی چشمانت نقش می‌بندد. تماشای دوردست‌ها، شکل‌های خاص و عجیب صخره‌ها و هر آنچه که هست بر روی بام شرق ایران شکوه و عظمتی دارد وصف ناپذیر. شوق دیدن طلوع آفتاب از روی قله تفتان، به یک شب چادر زدن در زیر قله برای این گروه کوهنوردی منجر می شود. صدای نفس‌های کوه، همهمه دودخان‌های اطراف و کفش دوزک‌هایی که به سنگ‌های گوگردی قله چسبیدن در صبح دلانگیز قله، همه و همه ما را بر این باور وامی دارد که کوه زنده است و طبیعت همچنان تنها حاکم مطلق بر روی این کره خاکی است و خداوند عالم و داناست بر هر آنچه که آفرید و خلق کرده است. هر چند تنفس در میان این همهمه ی گاز گوگرد غالبا مشکل و گاهی هم غیر ممکن است، اما زیبایی‌های طلوع به تمام این مشقت‌ها می‌ارزد. منظرگاهی که تنها باید دید و قدرت لایزال خداوند را در میان این پدیده عظیم به تفکر نشست. سیستان و بلوچستان سرزمینی گسترده با قامتی به بلندای کوه تفتان در کویری گرم و آرام به تفتیدگی صداقت و بردباری مردمانش بیشک یکی از زیباترین مناطق ایران زمین محسوب می گردد. خدایا سرزمین زیبای ایران و مردم سرافرازش را از گزند هر بلایی مصون بدار.